سرخط خبرها. حجم پول انتقالی مهاجران مخفی شد. هشدار کمیته از آمدن سیل در روزهای استراحتی. خلیفه ای که در خروق جنازه محمد باقر را خواند زندانی شد. سلام بینندگان گرامی، امیدوارم خوب بید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 5 آگوست است. تا آغاز هفته آینده در تاجیکستان خطر آمدن سیل باقی میماند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان کشور خواسته است احتیاط کار باشند. این نهاد با تکیه به معلومات اجنسی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که از 4 تا 8 آگوست سال روان بر اثر آب شدن پیریخو در ناحیه‌های کوهی آمدن سیل پیشگویی می‌شود. حرارت هوا تا این روزها در پایتخت تا 40 درجه، قسمت شمالی کشور 37 تا 39 و در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 36 درجه گرم می‌شود. در این مدت گرمای بیشتر را ساکنان ختلان احساس خواهند کرد که حرارت تا 42 درجه بالا می‌رود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلان کرد که موقع این کشور نسبت به تایوان به تغییر است و سیاست چین یگانه جانبداری میکند. اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 4 آگوست در پس منظری سفری نینسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان نشر شد. سفر این مقام آمریکایی خشم چین را به بار آورد و به آمریکا تهدید کرد که به این رفتارش پاسخ خواهد داد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. تایوان خود را کشوری مستقل می‌داند و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند. آمریکا از تایوان پشتیبانی می‌کند. در اظهارات خود جانب تاجیکستان گفته است حکومت جمهوری مردمی چین را که از تمام چین نمایندگی میکند یگانه حکومت قانونی اعتراف میکنیم. تاجیکستان یک کشوری وابسته سرمایه های چین است. به این دلیل به گفته کارشناسان تاجیکستان از موقع چین پشتیبانی خواهد کرد. آژانسی آمار تاجیکستان از ارائه معلومات درباره مبلغ ارسال نموده مهاجران در 6 ماه سال روان خودداری کرد. گلنارا حسن‌زاده رهبر این آژانسی دیروز در نشست خبری گفت بهتر است این معلومات را از بانک‌های تاجیکستان از جمله بانک ملی دسترس کنند. اما در نشست بانک ملی هم به این پرسش خبرنگاران پاسخ نداده بودند. اخیراً بانک مرکزی روسیه نیز نشر معلومات درباره پول انتقالی شخصان واقعی از جمله شهروندان کشورهای گوناگون را موقتاً بازداشته است، ولی سبب آن را شرح نداده است. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری می باشد. بنا به آمارهای گوناگون در روسیه اندک بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت می کنند. سالانه آنها به کشور میلیاردها دلار می فرستند تا ویلاهایشان روز گذرانند و زندگی مناسب تری داشته باشند. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، اما بانک آسیای رشد پیشگویی کرده بود که ممکن است تا آخر سال 2022 انتقال پول مهاجران به تاجیکستان دو برابر کاهش یابد. ساکنان ولایت سوغ در نیم سال اخیر بیشتر با شهروندان ازبکستان خانه‌دار شدند. در این باره اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در این ولایت خبر داده گفته است در این مدت 15 عقد نکاح شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان سوغ با خارجیان و افراد بی شهروندی ثبت شده است که یک حالت نسبت به همین دوره سال گذشته کم میباشد. فرهمن نظیرزاده مسئول اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ولایت سوغ در نشست خبری به ژورنالیستان گفته است در این دوره 8 زن خارجی با شهروندان ولایت سوغ به شوهر برآمده و تعداد دختران تاجیکی که شوهر خارجی کردند به 7 نفر میرسد. در بین داماد و عروسهای خارجی که با ساکنان ولایت سوغ ازدواج کردند از همه بیشتر شهروندان ازبکستان بودند. قانونگذاری تاجیکستان خارجیان را وظیفه دار میکند که پیش از ازدواج با شهروند تاجیکستان همسر آینده خود را با منزل زیست تامین کنند. شرط دیگر این است که شهروند خارجی باید دست کم 1 سال اخیر در تاجیکستان زندگی کرده باشد. دادگاه ولایت مختار کوهستانی بدخشان مظفر دولت میرف یک خلیفه پیروان مذهبی اسماعیلیه را با اتهام دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کرده است. مظفر دولت میرف 58 ساله که خلیفه محله ترچید شهر خوروغ بود، با گفته نزدیکانش روز 26 ایول از جانب مقامات انتظامی به صحبت دعوت و بازدو شده است. مسئولان دادگاه بدخشان حاضر نشدند تا حکم او را شرح دهند، ولی نزدیکان او گفتند دادگاه شتاب زده حکم را صادر کرد و هیچ دلیل نشان نداد. یک تن از نزدیکانش که نخست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی نمی‌داند خلیفه را دقیقاً با صادر کردن کدام جرم
گناهگار دانستند. با گفته او مظفر دولت میروف در امری معروف های خود بیشتر مردم را به آرامی دعوت میکرد و هم قانون شکنی های مقامات را تنقید مینمود. هم صحبتانی رادیو آزادی به آن اشاره میکنند که یک سببی بازداشتی این خلیفه خواندن جنازه محمد باقر محمد باقرف، زوی رجب و خورسند مزاریف سه لیدر غیر رسمی بوده است. این سه نفر آخر ماه می و ایون در خاروخ کشته شدند. مسئولان یوجانسی ضد فساد تاجیکستان در پی یک عملیات ویژه علیه کارمندان بلند مقام حکومت های محلی ناحیه جبار رسولوف و سپیتامین پرونده باز کردند. هرچند مسئولان این نهاد تفصیلات بیشتر نمی دهند، ولی با گفته منابع رادیوی آزادی کردار کارمندان بلندپایه دو ناحیه بیشتر به قلابی ربط داشته است. این حالت ها با تاریخ جداگانه از اولی همین سال به قید گرفته شده است و در شبکه های اجتماعی نیز سر و صدای زیاد برپا کرده بود. همکارم فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد. ریاست منطقوی مبارزه با فساد در ولایت سوخت هنگام نشست خبری حالت های رشوه‌ستانی چندین کارمند بلند مقام حکومت جبار رسولوف و ناحیه سپیتامین را شرح دادند. مسئولان این نهاد میگن هرچند این عملیات از جانب مسئولان بخش مرکزی آژانسی ضد فساد در دوشنبه صورت گرفته است، ولی آنها در جریان بودند. وابسته به زمین بود، به فکرم وابسته به اعطای غیرقانونی به زمین برای چیز گرفتنی مبلغ، لیکن کردار اونو همچون قلابی بندوبست کرده شده است از روی همون معلوماتی که ما داریم. و فکر من روزی تفتیش شد و نویه سپیتامین جبار رسول و فکرم تفتیشی پیشکی پرونده جنایتی به ادامه رسید. نویه سپیتامین و فکرم تفتیش ادامه دارد. این حالت ها چند ماه پیش آشکار شده است و در شبکه اجتماعی و برخی رسانه ها با تکیه به منابعشان رسانه گریده بود. ولی رئیسان حکومت های محلی این ناحیه ها از توضیح این قضیه خودداری کردند. راهبری دستگاهی رئیس ناحیه ولی گمان ما رفته است لیکن خودی سود قرارش در مورد است که جنایت صادر کرد یا نه از روی رشوه‌ستانی نه نمیدونم اینا خودی سود نمیدونم که ما هم کنم من مسئول شما جوابی مثبت داده نمیتونم برای آنکه از طرفی خودی اگه اینکه قبلا گفته میشد که سه نفر از کارمندان بلند مقام حکومت سپیتامین هنگام رشوه‌ستانی بازداشت گردیدند، ولی حالا به گفته رئیس همین ناحیه تنها یک نفر از مسئولان این نهاد در کرسی عیبداری نشسته است، اما نگفت که چی وظیفه دارد. راهبر دستگاه ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری حضور نداشت و موقع او وابسته به این عیبنامه معلوم نیست. در 6 ماه اولی همین سال قریب 20 جنایت از سوی آژانسی ضد فساد نسبت 15 کارمند مقامات های محلی حاکمیت شهر و نواحی سوخت صادر گشته است. کارشناسان این حالت ها را بیشتر به معاش پستی آنها ربط می دهند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 5 آوگوست را فرا می گیرد. پنجمی آوگوست سال 2012 با تلاش های کمیته زبان از جریان تغییر نام خیابان ها، محله ها و گذر و کوچه های شهری دوشنبه خبر داد که هدفش موافقت آنها با ارزش های ملی و تاریخ کشور بوده است. این یکی از دیگر اقدام های مقامات تاجیک برای دور شدن از میراث فرهنگی و سیاسی دوران شوروی ارزیابی شد. 5 آوگوست سال 2019 در دوشنبه در نمونه 18 زندانی سابق سرگذشت های تلخ و ناکام و برابر با این تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر با روایت تصویر در معرض گذاشته شد. در تاجیکستان اکثر زندانی های سابق بعد آزاد شدن رویش زندگی را به مشکلی پیدا و حامیان حقوق به دستگیری این قشر جامعه تاکید می کنند. 5 آوگوست سال 1947 نویسنده معروف عبدالحمید صمدوف تولد شده است. مؤلف قصه های بعد از سری پدر،
парончакҳо, аспи бобом ва дигарҳо дар бораи нақшу рисолати инсони замонавӣ баҳс кардааст. Солиёни зиёд дар мақомҳои сардабири маҷаллаи Садои Шарқ ва муовини раиси иттиҳоди нависандагон ҳам ифои вазифа мекард. بانک ملی قرب رسمی اسعار نسبت به سامانی را برای امروز 5 آوگوست چنین تعیین کرده است. این بود آخرین خبر و گزارش ها که تقدیم شما شد. مطلب های رادیو آزادی را پیگیری کنید. تو صحبت دیگر در همین برنامه. خیر، خدا نگهدار.